سیاووشم، هم خود سیاووشم، از خود سیاووشم، هم خود سیاووشم. دیروز سلام سلام بن در برم پویاند بر این دراهی. دیروز سلام سلام بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی. دیروز سلام سلام دستم بگیر و رهایم کن براهی. دوست سوال استاو یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام بگو درو، نگو شعر بگو سرو، نگو شک بگو سپاس، ولی مقصد همه خدا. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن. ببین گربه منو به کجا کشی اکبری. زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار. عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار. ثواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده. تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما. قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی. قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال. میشه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. وطن ای هموطن، رفتی ز دستم. وطن ای هموطن، رفتی ز دستم. نشستم مستم هستم، بی تو بی باده مستم. وطن رفتی ز دستم. وطن پندار ما، گفتار ما، کردار ما، نیکی نیکی بود و پاکی. برفتن جملگی از دست ما. من مست مستم، بی باده مستم، بی باده مستم. نشستم تا ببینم روز وصلم. کجایی تا بگیری دست و پایم. وطن قربانی قربانیان عالمیم و هنوز دنبال جلاد. کفزنان سرمست و دلشاد و خلک دل به سوی کربلا. کربلا کربلایم همین جاست، همین جاست. ما راه کوروش را، سیاوش را به صحرا داده ایم و مرده ایم و مرده ایم و مرده ایم. دلم دیوانه شد، دلم دیوانه شد. Oh,
بر از خیشتن. دیگر سرکار خانم حمیرا یکی از نشانه های زن آریایی، دلیر و سالار زنان سرزمین کهن آهورایی میگن هست. ایشون رو باید بشناسید از نزدیک. ایشون نه تنها اعتبار موسیقی ایران هست، آواز و آوا و صدای خوشی دارد، انسان بزرگی است. من از ایشون چیزهایی دیدم، بارها گفتم بعضیاشو، که انسان و تا شما هم دیدید شنیدید میشنوید که زنی به گستاخی و شجاعی این بانوی بزرگوار که در اون هنگام ها بیاد بخونه بهار بهار امسال از خون بخونه و هر چه که میری در میزنی عزادارن. تا به امروز من شاهد بودم، اومدن ایشون رو بخرن برای یک جریان سیاسی، دیگران رفتن. بعضی وقتا به اونها میگفتم آقا شما چرا هنر که فروشی نیست که. گفت آقا کرایه خونه که سهله، کرایه یه شب هتل هم من نداشتم، بعضی خراب بود، خودم داشت مصادره میشد رفتم. اما سرکار خانم حمیرا در اینجا بود، یک ارتش به دنبالش و چه بزرگ وارانه شون رو بزرگ داشتن که ببرن نرف. حالا اون خود قصه ای داره، اینه که ارزش بانو حمیرا ارزشی است که فرزندانی آفرید مثل مهسا و نیکا و حدیث و اینها، که الان اینا نسل داره ادامه پیدا کرده، داره میره تا بی نهایت. امروز نکته مهمی رو میخوام بهتون بگم و اون نکته مربوط میشه به همین که ایران دست رفته. یعنی اگر بلند نشید و خصوصا الان پله اولی که باید بردارید، گام اولی که باید بردارید، هر گونه زر زدن های دیگر رو بایستی کنار بگذاریم و بریم جلو، اینه که مملکت ما اشغال شده. ما در بیم این بودیم که حمله نظامی بشه، بزنن، ساک بشه، پاک بشه، خاک بشه، مردم بمیرن، زیر ساختارها نابود بشه. ما توی خیال و فکر نشسته بودیم، دیدیم سرزمین اشغال شد، تمام. یعنی تمام. برای هر ایرانی آریایی دو دشمن ایرانی کنار گوشش تو خونش گذاشتن. دیگه چی میخواد؟ اشغال. اون اشغال قدیم که یک عده‌ای از توشون سید احمد کسروی در آمد، آیت الله جزایری در آمد، سید بود، سید رضا مظلومان در آمد، سیدهایی در آمدن در کنار رضا شاه ایران رو به آبادانی رسوندن، در کنار محمد رضا شاه به آبادانی رسوندن، تا اومد اینی که دهی ساقطش کردن. ولی اینها که تازه اومدن نیومده دارن میکشن، دارن میزنن، میبرن، تهدید میکنن و یک ارتش بزرگ امریکا رو با چند میلیارد دلار اسلحه و اینا در اختیار دارن ریختن تو ایران. اون سابق سالهای 2014-15-16 میگفتن که 7-8 میلیون افغانی در ایران هست، پس از چندی گفتن که آمار 2018 گرفتن 10 میلیون ایرانی افغانی در ایران هست و اینها حقوق هم میگیرن، یعنی حداقل دستمزد رو میگیرن. اون موقع میگفتن اینا رو به خاطر ارتش قدس و سپاه قدس و آوردن که میخوان برن بجنگن و اینا فاطمیون هستن. اونا جدا از این که
این بشر حاکم بر ایران ابلهه که خودش ابلهه مردم رو ابله کرده، ابله مردم. آقا بابا الان جنگ که دیگه جنگ آدم نیست که مورچه بخوای بریزی که سپاه چند داری یا 5 میلیون شیعه کردی تو دنیا، الان که جنگ اون نیست که. الان جنگ چیه؟ همین موشک هم نیست، پهباد هم نیست. الان جنگ مدت هاست عوض شده شیوهش، این که دارن تداوم میدن این جنگ رو به خاطر این که انبارا رو خالی کنن تبدیل به دلار کنن، چون همیشه پول تعیین کننده بوده در طول تاریخ. پول، پول، طلا، نقره، نفت، دلار. این آشغالی که الان دارن میزنن رو با توافق، با توافق منفجر میکنن، آتش بازی را میندازن، اینا چیزی بودی که باید نابودش کنن. مثل ما تو خیابان شانزلیزه، ما کتاب فروشی بزرگی داشتیم تو شانزلیزه، زلر میدادم ولی کتاب میفروختیم که مردم آگاه بشن. 7000 جلد کتاب رضا شاه رو فروختیم، در ایران چاپ شده بود، برای که مردم آگاه بشن. کتابای خود ما هر کدوم 8-10 تا چاپ اومد، چاپ چندم، چاپ چندم، تا مردم آگاه بشن. این آگاهی علکی که به دست نیامده که. کتاب، موسیقی، پاسداریش با کاست بود، بعد با سیدی بود. آقا الان که نه، مدتی ما داریم گونی گونی میریزیم تو سطل آشغال، هزینه سنگینه. یک محل در شانزلیزی در دهی رو تو بخوای بدی که یه چیزی رو انبار کنی که به درد نمیخوره، خود بریزی دور. تازه باید یه چیزی بدی یا رو بیاد در به در که میذاری ببره، به شهرداری رو قبل خبر بدی که اینها یه چیزی رو میذارن ببره. فهمید شد؟ حالا تون 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 میلیون ها تون این موشک پوشک ها اینا باید از من بره، این گنبد آهنی بزنون اینا باید از من بره، همه هم توش دخیلن. جنگ پس فکر نکنید که جنگیست که جایی رو بگیرد اونه، نه، الان مدت هاست جنگ که بخواد بشه خیلی ساده میشه. این خودکار خودنویس رو میبینید؟ جنگ که میخواد بشه این سر خودنویس، سر خودکار، این سر خودکار لیزر بهش فرمان داده میشه، یه چیپس روش گذاشته میشه، میگه آقا تو میری برج خلیفه رو فلانجا میزنی، برج فلان رو فلانجا میری میزنی. این میاد از آمریکا به جا بفرستنش. این که میگن 2000 برد، 5000 برد، 10000 برد، برد داره، برد داره این موشکا. آقا این از آمریکا بفرست بیاد خاورمیانه. قبلا من اینا رو به شما گفتم، یادتون رفته تو جنگ صدام حسین برای نابودیش از اینا استفاده کردن، یادتون رفته؟ من اینا گفتم، ولی الان نیست، همه تون از دم فراموش کردین. آه موشک ها، موشک زد، موشک اون بوزد، این بوزد، چند تا زد، کجا زد، چند تا دیگه بخواد بزنه، فرمین با بازی. این سر خودکار لیزر توش مواد منفجره حرکت میکنه، میاد یک ساختمان 100 طبقه رو میرزه داغون میکنه. یعنی به اون جایی میزنه که داغون میکنه، به قلبت میزنه، به مغز آدمه میزنه، میفته میمیره. به ساختمون، هر ساختمونی مغز و قلب داره، اون جایی که باید بشه این میره میشینه میزنه. فردی هم بخوان دی ان ان تو رو میدن، دی ان ان اونو میدن، دی ان ان میاد تو خونت، نیستی، رفتی بیرون، چون جی پی اس داده بودن، دی ان ان هم داده بودن بیاد. نمیدونه جی پی اس با دی ان ان نمیخونه، ولی خونی تو هست، تو خونه هستی. تا در رو وارد میشی و وا میکنی وارد میشی، میزنه تو رو پودرت میکنه، باره پیکارت. این جنگ نوین جهان. باش را فکر کردین سپاه قدس اینا 50000 تا 100000 تا فاطمیون داریم، زینبیون داریم، حسینیون داریم تو آذربایجان. نه نه، خب پس 10 میلیون خود اینها گفتن افغانی دارن قبل از 2018 اینا، تا میدیدم گفتن 10 میلیون. حالا پریروز خودشون اومدن میان 16 میلیون آدمایی که اینا سرشماری کردن، یعنی حتی کارت بهشون اگه ندادن، ولی 16 میلیون سرشماری. توی چند وقت هم 4-5 میلیون، 10 میلیون خدا میدونه وارد شدن.
و کی اینها رو وارد کرده؟ مملکت دست شورای امنیت ملی است. مملکت دست قوه قضایی است. مملکت هیچ وقت دست قوه مجری هپلو هپوهایی که داره رئیس جمهور دست اینا نیست. اینا کاری نیستن. اینا ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران یک چراغ برقیه که تو دنیا نور بندازه بگه ما جمهوری رئیس جمهور داریم. نه رئیس جمهورش کار است، نه منصب و قوه مجری پخیه. این خودشان هم گفتن ها، از همه شان شما بگید تا الان بیا همه شان رو گفتن، فقط تنها رئیس جمهور مقتدر در ایران رفسنجانی بود، هاشمی رفسنجانی، که در هنگامه اقتدار او حتی خامنه ای ولی فقیه هیچ کاره بود، مقام معظم رهبری بود. اینا رو همه رو من قبلنا بهتون گفتم، اگه یادتون رفت دوباره میگم. از هاشمی رفسنجانی که رفت کنار، همه رئیس جمهورا شدن مقام معظم رئیس جمهوری و ولایت فقیه همه کاره شد. اینا رو دارین؟ خب مملکت دست شورای امنیت ملی است، دست سازمان امنیت هم نیست. سازمان امنیت اطلاعات میده ولی جمهوری اسلامی حتی به اینم عمل نمیکنه. برای همینه که وزرای اطلاعات جمهوری اسلامی از فلاحیان، مصلحی، همین خطیب و قبلشون علوی، همه اینها اومدن و آقای یونسی همه اینا اومدن نقد کردن سیستم رو، چون مملکت دست وزارت اطلاعات نبوده، قوه قضاییه و شورای امنیت ملی. مملکت دست اوناست، جمهوری اسلامی، و این دوتا همیشه رئیساش غیر ایرانی بودن، همین الان که موسوی اژه‌ایست که عراقیست، بعثیست، قبل از او شاهرودی عراقی رو، شاهرودی هاتون هاشمی میگفتن شاهرودی ها، ما اصلا زاده عراق بود، اصلا عراقی بود، لهجه داشت، نمیتونست فارسی حرف بزنه، 10-15 سال گذاشتن تا این لهجهش از دست داد، بعد اومد از صحبت نمیکرد. رئیس قوه قضاییه بود. وسط اینا آقای لاریجانی خود رژیم اعلام کرده که این ها جده آبادشون انگلیسی و نجف و متولد نجف و غیر ایرانی هست. حالا هر که دیگه، خب شورای امنیت ملی، شورای امنیت ملی نجف، باز لاریجانی ها نجف عراقی، مدتی الان هم هنوز عضو هست ولی رئیس نبودی، ابوالفضل جلیلی، اول میگم ابوالفضل، یه ابوالفضل جلیلی بسیار خوبیه، کارگردان رو میگم، خانمش هم مریم اشرفی، درود دارم بهش، چه زن خوبی، خیلی خانمش، درود دارم بهش. نه این سعید جلیلی کابلیه، ایشون کابلیه، افغانیه، بچه کو طلاب مشهده. این مشهد بچه که بود یک اربابی داشت، دیالمه، عبدالحمید دیالمه، دکترم علیکی بهش بستن، تبلیغات میلیون تومانی هم موقع برش کردن، وکیل مجلس شد، بعد تو از جمهوری رسمی رفت هوا. اینا از انجمن حجتی و مهدوی بودن، احیای تفکرات شیعی، دکونی بود که وا کرده بود. من یه روز رفتم، خب میشناختمش، بچه بود، گفت تو چرا نامزد نمیکنی خودتو برای مجلس؟ گفتم در کنار تو من خودم رو نامزد کنم. و بعد گفتم تو رو چه به این کارا؟ گفت من؟ گفتم تو که دکتر شدی احیای تفکرات شیعی بلدی بنویسی؟ تو اصلا بلدی اینو بنویسی؟ من حالا به طنز گفتم، داشت پروسپکتوس ها آگهی های انتخاباتی شو 40-50 سال پیش، سال 44 سال پیش داشت اینا رو میداد پخش میکرد، یه باید تو جوش خودکار در رو باید داشت احیای تفکرات شیعی داد دستم، گفت بلد نیست نو بنویسم. بیا نگاه کردم، من به شوخی بهش گفتم بچه ها مهم اینا جوک نیست، ببینید کیا بر شما حکومت میکنن. عبدالحمید دیالمه اون موقع تو حزب جمهوری اسلامی رفت رو هوا، دکترم میگفت، دیدم نوشته احیای تفکرات شیعی، احیا که بنویسی بعد الف احیا یک همزه باید بذاری، وقتی همزه رو بذاری احیا میشه، اصلا احیا نیست، ما خودت غلطه. حالا من به جوک گفتم به جان شما، به شما آقای بابا شده بود اون موقع بزرگترین رأی رو، بیشترین رأی رو از مشهد آورد، حالا سعید جلیلی که خود
وزیر اطلاعاتشون گفت که حجتی انگلیس ساختن. خودش گفت. بعد جالبه به من پیغام داده که بابا تو هم که بچه مشدی، ما هم که بچه مشدیم، چرا به ما بند کردی؟ فکر رو ببین، مثل همون احیاء تفکراتشی. بچه مشدی؟ اول که کابلی هستی، ولی هر کابلی، هر افغانی بسان مژگان عظیمی باشه بخونه مامان کشتن، از بخونه ما رو سرش اون میذاریمشون، خونهشون ایرانه. نجیب بارور باش، تو افغانی باش، آریایی ضد اسلام سیاسی، نجیب بارور بالای سر ماست، پدرام بالای سر ماست و پدرام ها. سعید آریانا سعید، این بانوی نازنین، آریانا سعید باش، آریایی باش، رو سر مایید، رو سر مایید. اما این سپاه میلیونی که وارد ایران کردید، 20 میلیون افغانی کنار بیخ گوش هر ایرانی یک افغانی گذاشتید، یک بعثی گذاشتید، یک عرب تازی گذاشتید، یک فلسطینی گذاشتید، نه دیگه الان فارسی هم حرف بزنن تو نمیتونی بفهمی کی به کیه که. شما اینها رو بغل گوش ما گذاشتید که بچه های ما رو، زن های ما رو، مرده ما الان دارن سر میبرند و میکشند. فردا که فیت بکنه طالبان، بیا ببین آقای ظریف، آقای جواد ظریف، آقای دکتر سید جواد ظریف که پزشکیان رو گذاشتی رئیس جمهور، اومدی جنجال رو انداختی. آقای جواد ظریف، سید هستی باش، تو اون ایران تو بزرگ شدی، به برکت اون ایران رفتی درس خوندی با بورس شاه، چرا طالبان رو قدرت دادی بهش؟ چرا طالبان رو بهشون قدرت دادی؟ مردم که فراموش نکردن طالبان رو، تئوریسین برجسته گورک سایروس در منطقه شما هستید آقای دکتر جواد ظریف. شما تئوریسین گورک سایروس هستید. شما چرا رفتید اینها رو قدرت دادید و چرا امریکا میلیاردها یا میلیونها دلار اسلحه و مهمات نظامی که داشت گذاشت و رفت برای اینا؟ ایران اشغاله، همه اینا هم ارتشی نظامی دور دیده، همین بچه ها همه شون، چون اینا همه از اون ارتش سابق غنی بودن، آموزش یافته، و غنی هم همه غیر هزار، غیر تاجیک و غیر اینا رو چه کرده بود؟ با اینکه دین و اینا فرقی نمی کنه، مذهب و اینا، ولی هست، این موجوده، شیعه و سنی قتل و کشتارشون بین هم رایج. الان تو افغانستان سر می بردن، تو پاکستان سر می بردن، مسلمونه ولی میگه شیعه خطرناکتره، تاجیکه، ازبکه خطرناکتره، حنبلیه، شافعیه خطرناکه، وهابی نیست، خطر بزرگی الان در ایران حاکم شد بچه ها. دیگه از اینکه کسی حمله نظامی بخواد بکنه زمینش نباشه فرق نمی کنه، تو اون یارو خواننده هست، از برکت اون مردم بزرگ شده. ایران که چیزی نیست بابا، یعنی چه مزخرف چی میگن ایران، ایرانی شد اوی که دیگه ایران. آقا جهان میاد گواهی میده به این که دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم، جهان شهادت میده. یارو که تو ایران بزرگ شده میگه آقا ایران کف کف چپ 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 چپ. ولی انسان های درست هم ما زیاد داریم. هفته پیش از یه افغانی براتون بحث کردم، حالا یک افغانی دیگه، آقا مرتضی امینی، این افغانیه، هنرپیشه تو ایران مشهور شده، براتون دوستش دارم. آقا خود این افغانیه، مرتضی افغانیه، میاد میگه افغانی توی ایران زیادن، باید برن بیرون. تعداد افغان ها الان توی ایران خیلی زیاده،
ببین من اینو چون آدم حق گویم هیچ ترسی هم از هیچ کسی ندارم. من ممکنه سر همین حرف باز افغان‌ها جبهه بگیرم. زیاد شدن. واقعا. و این خوب نیست. و این برای آقا خودتو این یک مسئله بسیار طبیعی است که وقتی که ایرانی نون نداره بخوره تو بیای حقوق به دیگران بدی و امکانات پزشکی درمانی ما مشکل توی فرانسه غرب داشتیم و داریم ضد خارجی وقتی میشن، ولی ایران از حدش گذشته و اینها همه به خاطر یک نکته است. اون نکته چیه؟ مرجعیت شیعه. این مرجعیت شیعه که یک دکونی که انگلیس ها وا کردن از زمان صفویه ایران، چون میخواستن اینا با عثمانی ها درگیر بشن، عثمانی ها رو از بین ببرن، اینا اونجا دو جناح شیعه سنی ساختن. اصلا صفویه که میدونن شیعه کیه سنی چیه و این دعوار افتاد. اینا تمامی سمبول های غرب رو آوردن وارد شیعه کردن. مثلا اصلی ترینش همین مرجعیته، یعنی از یکی تو باید اطاعت کنی. من دیدم اخیراً آخوندهای زیادی اومدن، البته امام سفید، آخوندهای ایرانی زیادی اومدن و میگن این مرجعیت یک چیز بدعتی است و درست نیست، همونی که ما از قدیم گفتیم. مرجعیت اینا ساختن در کنار می آیت الله نشانه خدا. واژه آیت الله تو تاریخ اسلام یک بار استفاده شده برای آیت الله علامه حلی. حلی میگه آیت الله فی العالمین علامه حلی. این واژه انگلیسی که این از ما بهتر بودن میگیرن زمان مشروطیت، درجه بندی میکنن دیگه روحانیت رو، آیت الله، حجت الاسلام، سقط الاسلام، بودجه هم خودشون میذارن. میگن یه زنی شیعه بود توی هندی بودجه رو گذاشته، بودجه میذارن عبدالحمید دیالم انجمن حجتی ها، اینا میان 12 تا مدرسه و اینا میسازید تو مشهد، حاجی عابدزاده و حلبی 12 تا به نام 12 اقام میسازه. بعدا میان تو تهران حسینی ارشاد میسازن، مهدی کافی تجار بازاری ها پول داده، بازار پول به ننش نمیده. اینا پول های پنهان انگلیس بود که اون موقع مثل همی الان که میدن میان اونا دادن. در این زمینه بارها صحبت کردم، بارها براتون صحبت کردم. 12 تا مدرسه به نام 12 امام تو مشهد ساختن، تو جای دیگه ساختن که برن رشد کنن بگیرن. پادشاه تا حدی میتونست مبارزه کرد، ساواک تا حدی، بعد نتونستن جلوگیر کنن و این بله سر ما اومد. الان هم ایجادتون نره. مرجعیت رو که نافریدن پیش از این رسم بود در تاریخ آریایی ایرانی که هر کسی دانشمندی که به یک مرحله از علم و دانش میرسه باید یه تز دکترا بنویسه. اینه که غرب داره از ما گرفته. حتی لباسی که میبوشن لباس پور سیناست و اینی که رو سرشون میذارن همون دستار پور سیماست. این دستار پور سینا است. تا قرن هجدهم خود اینها میگفتن که لباس پور سینا رو ما به کسی میدیم که دکتر میشه، یعنی مجتهد میشه، یعنی به درجه اجتهاد میرسه. دکترا نیز تقلید از فرهنگ و تمدن آریایی و دانشکده های جندی چاپور است. وقتی که طرف فارغ التحصیل از دانشگاه میشد مجتهد میشد و یه تزی بایستی مینوشت میداد و دکتر میشد و غیره، و اون تز رو بهش میگفتن رساله عربا، رسالتون، یعنی اون نامه اون رساله. میگن آقا رساله دکتراتتو نوشتی، حل کتاب تا رسالت اوکی بله هون ندافع عن رسالت، بیا اینجا دفاع کن از رساله خودت. این رساله مد بود در ایران. پور سینا و خیلی دیگه یکی از کتاباش رساله هست، رساله شیخ و رئیس پور سینا. ولی اون رساله علم دانشه، مثل که میگه قانون فی طب، قانون در طب، قانون در پزشکی. کل کتاب نوشته، 6-7 جلد هم چاپ شده. قانون طب در پزشکی است، کتاب قانونی نیست، شفاش مال قانونه. قانون طب رو که میگه قانون پزشکی رو نوشته. از جمله کتاب‌های دیگه‌اش رساله است. در این رساله هم بحث‌های فلسفی داره چیده. این یه خلاصه ی افکار اندیشه است که بهش میگن رساله. این رساله مد بود که می‌نوشتن تا نشون بدن دانشمندن. همه هم این رساله رو داشتن و دارن. مثلا تمهیدات عین القضات رو شما بگید رساله‌اش. متوجه می‌شین؟ عین القضات، سهروردی، همه علمای
آریای ایرانی که حتی بعضی وقتا به زبان عربی هم می نوشتن، این اطروحه، این رساله، این تز رو داشتن. خب از زمانی که انگلیس میاد، برادران شرلی اینا میان تو ایران و ایران میخوان ترتیب شو بدن که اینا برن با عثمانی درگیر بشن به جنگن و فلان، اینا از کاملا میخوان ایران رو با اسرائیل کار کنه به جنگ، جنگ ایران و اسرائیل را بندازه، این انگلیسی یا غربی یا روم، این روم هست که ضد یهودیه، ما نیستیم که، ایرانی نیست که، این رومی که همیشه قتل عام کرده یهودی ها رو از طریق عرب، از طریق ایران، اصلا اون قدیم جنگ های صلیبی اینا همه به خاطر ضدیت با یهود بود، جنگ های صلیبی ضدیت با یهود بود، گفتن یهودی ها باکتری آوردن، ویروس آوردن، میکروب آوردن، وبا آوردن، فلان، میخواستن یهودی ها رو بکشن. هر چه بدبخت خود رو گفتم یه غربی ها، بعد خب خرام دنبالش هم میرفت دیگه، خره وقتی میاد میگه بیماری رو آورده عرب فلان فلان دنبالش میره. حالا زمانی که اینا میخوان عثمانیان رو نابود کنن، چون عثمانیان دارن با یهودی و مسیحی کار میکنن، قتل عام ایران هم داره کار میکنه، اولا میان مسیحی ها رو میارن تو جلفا از جدا میکنن، حالا قبل اونجا میان با این های تاسو و آشرو و محرم و علم و کتل و اینا رو که میارن از سینه زنی زنجیر زنی، این همه مال کلیساست، نشون دادم بهتون، مال کلیساست. الان هنوز که هنوز در شهرهای در اسپانیا و انگلستان برای عیسی مسیح این کارا رو میکنن. خب اینها در چنین شرایطی میان این جریان علم و دانش آریایی ایرانی که وارد اسلام هم شده که نوشتن یک تز دکتراست، رساله است، این هم میان منحرفش میکنن. شیخ بها که از علمای دربار مجلسیان هم که بهتون گفتم از اصل انگلیسی بودن، نه اینکه انگلیسی که میگیم انگلیسی بوده، مثل خمینی که اصلا انگلیسی زاده است، تبارش تبار انگلیسی، مثل که جلیلی داریجانی نه او عراقیه، ای کابولیه، او تبارش تبار مجلسی های انگلیسیه، برید مطالعه کنید، پخش کردیم تو برنامه من، برید آرشیو ما رو بخونید روی اوستا .net که برید آرشیو ما رو دارید. ما دو تا از بزرگترین سایت های ما، کانال های اصلی ما در یوتیوب زده شد، یعنی میدونید همین که الان صاحب تلگرام رو دستگیرش کردن، پاول گروف رو تسکیل کردن به خاطر که نمیداد به اینها اونی که میخواستن، از اون طرف اینها عملا با همن. الملياردير الامريكي ايلون ماسك يواصل دفاعه عن مؤسس تلغرام بافل دوروف بعد القبض عليه في فرنسا بسبب رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد وتعارضه مع سياساتها. ماسك نشر حتى تمام دولت‌های جهان هم زورشون به این مرد نمی‌رسه. پاول دروف مرموزترین آدم کره زمین. حتی دروف رو با تلگرام میشناسید، ولی تو این اپلیکیشن همه کاره و هیچ کاره است. در اصل ایشون مدیر بازاریابی تلگرامه، ولی تمام کد نویسی هاش بر عهده برادرش و 20 مهندس خبره دیگه است. حالا هم فرانسه بازداشتش کرده. پاول دروف واقعا عجیبه. اون زن نداره اما 100 تا بچه داره که به صورت لقاح مصنوعی به دنیا آمدن و دروف فقط پدر بیولوژیکی اون است. ایشون تمام ثروتش رو به صورت بیت کوین ذخیره میکنه که دست هیچ دولتی به پولاش نرسه و کلا نه زمین داره، نه خونه و نه هیچ ملک و املاکی. دروف در مصاحبه گفته تمام طول سال رو در سفره و به تمام کشورهای دنیا سفر کرده. یعنی همهشون با همن. بهتونم قبلا هم گفتم، میدونم میدونید نمیدونید، بخوان یک کانال ببندن خیلی راحت میگردم توی کانال تو، یک موسیقی 5 ثانیه 10 ثانیه از یکی سریز پخش کردی گذاشتی اونجا، 5 سالی موسیقی اونجاست، 10 سال اونجاست، فوری یک اخطار میدن. یه موسیقی دیگه پس پیدا میکنن تو داری، یعنی تو برنامه ما شما ببینید بعضی وقتا یک موسیقی دیرینگیه که پخش میشه 10 ثانیه 10 دقیقه، حتی بعضی وقتا مال بچه های خودمونه که گرفتنشون این کار کردن، یا خارجی یا زیر یک برنامه گذاشتی تو تو وقتی که تو حدود 40-50 هزار تا ویدیو داری توی کانالا، از اینا زیاد پیدا میشه، هست. اونا همه رو تو آب نمک خوابونده تا فرمان میاد که آقا پزشکیان شده باید الان صاف بشه. ما الان شما ببینید یک ادعی رو یوتیوبشون رو بستن، از جمله مهرتیوی ما که اصلی ترین بود. ما چندین هزار تا روی یوتیوب مهرتیوی ویدیو داشتیم،
ما از اولین ما زیر صدومین کسایی بودیم که از یوتیوب استفاده میکردیم. چندین هزار تا داشتیم و حدود 300 هزار تا شما عضو ما بودید. 300 هزار نفر زدنش، یعنی مساق جمهوری اسلامی خط میده. الان جمهوری اسلامی حتی تو تمام این چیزا شریکه، سرمایه گذاری کرده است، پول گذاشته. حالا درسته میگن آقا واتساپ اینجا ضعیف و خودشون که استفاده میکنن، خودشون برای کار خودشون استفاده میکنن، بعدم فیلتر شکن هست که پول بسازن، باز هم به پول سازیه. بعد دیگه وارد بحث رو بخوام بگم، خلاصه یوتیوب های ما رو دو تا از کانال های بزرگ و سه تا که خیلی 300 هزار تا عضو داشتیم، آوا ایران، پرشین سی ان ان و مهتویل بستن. الان جای اینو چیز دیگه هست که بوده ولی جدیده. شما ببینید که میگن 100 تا دیدن 10 تا عضو، حالا میتونید ببینید. ولی میخوام بگم اینا وقتی که میخوان ترتیب بدن، حتی ایشون هم ترتیب میدن، چون نظم جهانی است. حالا رساله ای که اینها میان علم و دانش رو ور میدارن. الان مثلا اگر مال ما رو میزنن و مال خردمندان دیگه، دوستان دیگه ما رو که اندیشمندن، خردمندن، دارن خرد رو پخش کردن ور میدارن، یا میبینیم ولی عصر، امام زمان، حاج والا جتی اومده، بار ببین چه یوتیوب، چه ما تیک تاک رو ببین، او یا فاطمه زهرا، بله بریم فاطمه زهرا چقدر، همونچه که سینه زنا رو میارن تو خیابونای نیویورک و پاریس و لندن، ما هم خردمندان رو از شبکه‌های جهانیشون قبل نرا من به شما گفته بودم حذف میکنن. همزمان با ما خیلی از رفقای ما، دوستان ما، فرهیختگان رو هم حذف کردن و شما با اینا در تماس باشین، صفحات جدیدشون رو بگیرید و غیره کمک کنید. خب حالا باید خلیت بیاد، یعنی رساله تز دکترای پورسینا باید بره، رساله عملیه آخونده بیاد چرخ باهی بنویسه. اون تا اون موقع است رساله علمیه، یعنی دانش، علم، خرد. بعد از اون توقف رساله عملیه. این رساله عملیه چیه؟ چجوری ما تحت تو بشوری؟ نماز داری میخونی بادت در رفت، تکلیف چیه؟ نماز داری میخونی نمیدونی رکعت چندمی؟ این مزخرفات. رساله علمی پور سینا، سهروردی، عین القضات میره جاشو میده به رساله عملیه همین مزخرفاتی که ننه میرزا عبدالله هم ببینه اگه عقلش بشه میخنده، اگه میگه وای ما وضو گرفتم اینجوری مست کشیدم یا اینجوری کشیدم یا اونجوری کشیدم. رساله نام میمونه، اون میره. مثل همین الان شما ببینید تو از تو کانال یوتیوب، بچه ها مواظب باشید هیچ موزیکی رو، موزیک نذارید توش توی برنامه هاتون، الا موزیک هایی که خود یوتیوب داره. خود یوتیوب یک سری موزیک اجازه داده شده داره، اتوریزه داره. شما میخواین موزیک استفاده کنید روی کلیپ هایی که درست میکنید، از این موزیک های خود یوتیوب استفاده کنید. همون میگردید پیدا میکنید، یه دقیقه داره، چش دقیقه داره، بزرگ داره، متنوع، همه رقم داره. از موزیک یوتیوب استفاده کنید که یک روز بعد، یک سال، شش ماه، 20 سال، مال بعد 19 سال اینجوری یهو پیدا میکنه. بختر هم میدم، آره یه دونه یک اختار اومد، دیدم 10 سنیه سو بچا، من گفتم چطور تصفیش کنید؟ آقا نذاشتن 3-4 روز، 3 تا اختار پشت سر هم میبندنت، مواظب باشید ها. یعنی کاراشون علمی انجام میدن، قانونی. شکایت هم بگویی فایده نداره، سابقا شکایت و گفت فایده نداره. ذکاوت میخواد اینجا، ذکاوت داشته باشه. خب حالا رساله عملیه مرجعیت شیعه داده، هر کی از این رساله میگه من تقلید میکنم، میگه بیا پولتو بگیر، 50 دلار تو بگیر، بیا وارد ایران بشو. این خریت اینا، اینه تازی وقتی هست، اینا انگلیسی هستن، مرجعیت، حوزه علمیه، ولایت فقیه، وقتی که ریشه و اساس و پایش این هست، برای اساس هم دو استوار دنبال میشه. برای اینکه شما خوش نکنید دلتون رو به این که مرجع تقلید شیعه امروز اینه، بره جاش یکی دیگه بیاد بهتر میشه،
همین آش و همین کاسه است، تو تا بلند نشی یعقوبوار، ابو مسلم خراسانیوار، قرامتوار، رضا شاهوار، نادر شاهگونه. بیگانه را از ایران بیرون نکنی، شیخ آخوند و فقیه و حوزه علمیه و تا اینا را به گور تاریخ نریزید، خمینی بره خامنه ای میاد، خامنه ای بره مجتبی نیاد، آقای عرافی میاد یا یک آخوند دیگه میاد که اینقدر داد زده، مثلا آقای پزشکیان چقدر داد و فریاد میزد. من خودم میگفتم بابا یه عجب آدم شجاعیه، بابا دمش گرم. همون موقع وقتی فوش خواهم با تو هم زدم دو سه بار بهش گفتم ایوالا، ولی یه هم ابن همین ایوالا میزنش رئیس جمهور تو که تو حالا آخوند شیخ و ملا. شما فکر نکنید یه علی خامنه ای بره آخوندیسم بایست از ایران بره، روحانیت بایستی بره، مرجعیت بایست بره، ولایت فقیه بایست بره، رساله عملیه بایستی بره، رساله های علمیه پور سینا جاشو بگیره. این دانش هست که امروز به شما میدم بچه ها. این درس امروزی که از اندیشگاه اوستا میشنوید میگیرید، فرزندان نازنین من، اساتید بزرگوار من، این رو خیلی مهمه روش کار کنید، روش کار کنید. اینقدر شیخ و ملا براتون بزرگ کردن توی چند سال که حد نداره. یا روی اومده شیخی آخونده ملای باریش با اون سیاسفید حرفای زده علیه او، فوش داده به او، نتم دلت خوش شده، حتی بچه های نوای خمینی آقا فوش آقا میده خوشت میاد، میگه بابا چی حرفای نره، گوش نکنید، بریزید در جایی که دستشوی میرید. شیخ و ملا، من یادم میاد پرویز خرسند، آنجا که حق پیروز است، رفیق من بود، برادرش احمد خرسند رو کشتن اوایل انقلاب، با برادر من همسلول بود در مشهد، احمد و شبانه کشتنش، روانش شد. پرویز خرسند زیبا می‌نوشت اون موقع و حابیل و قابیل کار اونه، برید گوش کنید حابیل و قابیل. یادم میاد اون سالا یه روز به من گفت که بیا من میخوام بیام دیدن علی تهرانی، فکر کرواتی ها الانم فکر کنم زنده است، پرویز جان هر جا هستی درود برات دارم عزیزم. بچه ها این پیامو، این برنامه رو اگر میبینید در مشهد، پرویز خرسند هر کجا که هست درود منو بهش برسونید. رفتیم دیدن علی تهرانی، پیش علی تهرانی که نمیدن علی تهرانی از این تعریف کرد، گفت این کتابایی که تو نوشتی تیتراش اینجا خیلی قشنگه، خوبه، فلان اینا، منم اونو نوشتم، اون نوشتم دیدی؟ گفت آره دیدم اینا، ولی آقای تهرانی من یه چیزی به شما بگم. گفت بفرم. گفت شما تا وقتی عمامه رو سرته ما به شما اعتماد نمیکنیم. چند ماه بعد از انقلاب سیاه بود که این حرف زد پرویز خرسند، خیلی حرف قشنگی بود، بعدم تحریم شد، کنار گذاشتنش و فلان اینا، بعد تو رادیو تلویزیون کار میکرد. و بعد من اون موقع این دیکی از این بچه ها کاری خواستیم ازش کرد و منتقلش کردیم، ولی بگذاریم نمیدونیم کجاست. میخوام این رو بهتون بگم بچه ها، طرف تا شیخ آخوند و ملاست که رو سرش عمامه است، اگرم عمامه نیست مثل سعید جلیلی ها زیادن، اینا عجتیه این مهدویتی هستن، امام عصری هستن، ولی عصری هستن، اینها هم تا وقتی که در اینجا هستن شما اونجا آدم های دیگه دارین، اونجایی ها رو بگیرید، اساتید دانشگاهی رو بگیرید که شجاعانه میان، گستاخانه میان حرف میزنن، از جونشون بردن، گول شیخ و آخوند و ملا رو نخورید. آقای جلیلی پرچم عراق رو انداختی رو گردنت و عکس گرفتی؟ اینا از خود عراق فرستادن اینجا وایرال. شما قرار بود رئیس جمهور کشور ایران بشی و پرچم عراق انداختی تو گردنت. 8 سال ما تو دفاع مقدس نبودیم، شهید ندادیم که اینجوری بشه. آخه هر کی هر کاری میکنه میگه ما همون آقای تهرانی روان شاد نیست دیگه، با ما رساله نوشت. یه روز رفتم خونش، گفت بیا من این رساله منو بده چاپ کن. گفتم رساله شما نوشتی؟
من از خود شما یاد گرفتم که شیخ باهان نوشته توی 300 سال پیش هر کسی شما ده یک مباح رو مستحب کرده، مستحب رو فلان کرده، امضا کرده، وقت شما رو خود نوشته که برای حفظ جان من است، اینها من رو نکشن، من باید فقیه باشم، آیت الله باشم، من رو نکشن. چاپ هم نشد و نکشتنشم. علی تهرانی رو نکشتن، اونش هم چاپ نشد. اونش رو من گرفتم دادم به آقای اقبال از دوستان محمد اقبال، مدام حالش خوب باشه، هست، از دوستان آقای رجوی بود، قرار بود چاپ کنه، چاپش نکرد و چاپ نشد، به نفع او شد. رساله عملیه یعنی چی؟ شما اینک باید ذکاوتمند باهوش باشید عزیزان من، باهوش بایستی باشید، نه یعنی کسی رو جایی اینا بزنن وردارن میکسن میدن باهوش باشید. الان نصف ایران غیر ایرانی هستن، خطر بسیار بزرگی است. شما بایستی در این مقطع، در امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، با پلیس ایران، نیروهای شاهنشاهی ایران، پلیس و ارتش شاهنشاهی ایران در داخل آریاییان ایران بایستی همکاری کنید برای خروج میلیون ها بیگانه ای که در ایران هستند. این اصلی ترین مسئله است. یعنی سر ما رو گرم کردن به یه چیزا و جاهای دیگه، یو سپاه وارد کردن، ارتش وارد کردن توی ایران، تو هر خونه ای، و بعد افرادی که به اینها کار میدن به خاطر درآمد بیشتر، 30-40 تا از اینا رو به کار میگیرن، در زمینهای مختلف کار میکنن که جنس ارزون بدن تو بازار، اینا همه اونا رو لو بدین. همه این تجاری که اینها رو به کار میگیرن که بهانه میدن اینا نگه دارن، ایرانی بیکار میشه. من متاسفم دارم اینا رو میگم، یعنی دقیقاً همه این حرفا رو سالها توی پاریس راسیستا میگفتن، یعنی گروه لوپن میگفت و ما باش مخالفت میکردیم، از ورود خارجی دفاع میکردیم، ولی الان میرن برای سر ایران ما اومد، ایرانی که خودش نون نداره بخوره، کار نداره، چه نداره، این بالا سرش اومده. اینی که عزیزان من، باز سخنهای بسیاری ماند، آخرینش میخواستم به علی خامنه بگم. علی خامنه، اگه تو ربات نیستی، اگر تو خودت هستی، واقعا اگر همونی هستی که ببین زن تو رو اومد تظاهرات کرد بهمن ماه 57، قبل چند روز پیش از انقلاب 40 نفر بودن، اینا رو سواک گرفت بردن تو آگاهی حرم امام رضا، 7-8 تاشون رو گرفتن، خانم تو و خواهر تو اینا هم تو بودن. بعد خانم شما هم تشریف دارید، یادتون هست من جوان کشتی به اون موقع با کیفم وارد شدم، گفتم اینا رو چرا گرفتی؟ یارو فکر کرد که من سواکی کسی هستم، از طرف دولت اومدم با تیپ بگذاشتم. گفت اینا تظاهرات میکنن. گفتم نمیشناسی اینا که اینا زنه آخوندان یا آخونده مفخار، این زنه اینا رو گرفتی، اینا فردا الان میرن دو سه زن نفر میریزن اینجا همه رو هم میزنن. اولش گفت بگم، گفت راست میگی راست، همه رو ول کردم، من خانم تو آزاد کردم، من خانم تو رو، مادر تو رو، مادرت آقای خامنه ای میبردم سینما، میبردم سینما فیلمایی که دوستاش ببینه. خدیجه خانم شاعر شعر برای من گفت، حالا دارم به تو اینو میگم، همه اینا ناراحتن، حتی همین خواهرت بدری خانم تو عراق که بود براعت جست از شما. حالا میخوام اینو بهت بگم، تو ببین خوب گوش کن، تو مدرسه نواب گفتی که ما باید قدرت سوم جهانی بشیم، فراموش بشیم. من خندیدم، بچه بودم، خیلی ها خندیدی. الان بگیریم شما قدرت شدی، الان میگیریم اصلا قدرتی تو، با این توضیحاتی که دادم که سرباز به درد نمیخوره، جنگ یه چیز دیگه است، ایران هم نمیتونه با یهود به جنگ، ایران نمیتونه با اسرائیل به جنگ، هیچ کس نمیتونه به جنگ، هیچ کس نمیتونه به جنگ با همینا. تو الان همین صدایی که کردی بوم کردی تو دنیا رو نگه دار، خوب گوش کن، این رو نگه دار برای حفظ ایران. اگر ربات نیستی واقعا، و اگر هنوز همونی هستی که گل مریم میزدی با آکاردئون، حالا یارو هم که اومد کلهر حرف ما رو تایید کرد که تو داریوش گوش میگردی و همیرا و گلپا و اینا رو گوش میگردی اون موقع 40 سال پیش ما گفتیم، حالا این آقای کلهر اومده تایید کرد. خب خوبه، سپاس یزدان پاک را. خب آقا قبل از اینی که اصلا رئیس جمهور بشن، قبل از اینی که ایشون بشن امام جمعه تهران،
ایشون به من میگفتن، گفتن خود ایشون گفتن، گفتن من وقتی که از زندان اومدم بیرون آقای مهندس بازرگان، لطفی کردن رفتیم دیدن ایشون، آقای مهندس بازرگان که صحبت کرد گفت من برگشتم بهشون گفتم من وقتی زندان رفتم هر کس از در زندان اومد تو گل گندم میخوند. فهمیدم تأثیر گل گندمی که داریوش میخونه به عنوان یه آهنگ مبارزاتی، بوی گندم، بوی گندم، آره بوی گندم برای من هرچی که دارم مال تو، درست شد؟ میخونه از منبری که ما میریم بیشتر تأثیر داره. اینا بشو سید علی خامنه‌ای که مصباح یزدی میگفت تو ملحدی، تو کافری، اون میگفت کافری علی خامنه‌ای وقتی ایران شهر بودی دعوا میشد. حالا اعلام کن که ما میخوایم صلح کنیم با اسرائیل، بزن رو دست سرور بزرگ ما انور سادات، برای صلح برو با اسرائیل، به جایی که هزار یک نفر از طرف تو و سینیوره که یحیی سینیور که وجود نداره، هبت الله آخوندزاده که وجود نداره، اینا آدم ها، اینا ربات هایی که تشکیلات هایی تو ساخته و جهان سرمایه داری، بیشه که بشه بگو آقا من با من بیاین مذاکره کنیم، میخوام صلح کنیم، پیشنهاد صلح هته بده، یه پیشنهاد صلح رو سال داده بودی با اسرائیل، پیشنهاد صلح هته بده، اسرائیل امنیت میخواد، اسرائیل امنیت میخواد، از اینی هم که اینا رو یه گوشه جا بده مشکلی نیست براش، ولی نیروی نظامی مقتدر در مرزهاش نمیخواد، این رو باید بفهمی، همچنین که ما نمیخواییم. علی خامنه ای یک بار دیگه توصیه سیاوش اوستا رو گوش کن، برای اینکه فردا تو از دنیا بری فرزندت که تا الان 20 ساله داره با تو مبارزه میکنه، هر چه تو گفتی نکنم آن کنم، بعضی شاید خود من فکر کنم که بهانه و بازی بوده، ولی نه، همون رقابت هایی که شما خودت با پدرت داشتی، با برادرت داشتی، با خواهرات داشتی، با همه فامیلت داشتی، پسرت و مشتبه با تو داشته توی سالها، برای همینی که دوگانگی در قدرت و وجود اومد. و حالا بگذاریم، اعلام کن که پایان جنگ. چرا 45 خیلی بزرگی کرد اسرائیل، 45 سال داری شعار میدی مرگ بر اسرائیل، 45 سال صدام رو جور نابود کرد، قذافی رو جور نابود کرد، احترام ایران دارن اینا، احترام تاریخی ایران رو حفظ کن، احترام شکوه و عظمت کوروش رو حفظ کن در این سرزمین، وگرنه یزدان گواهه، یزدان گواهه از روزی که چشم ببندی از این دنیا هیچ فکر کردی مثل خمینی هیچی نمیمونه، وفادارترین خانوادت همه از نم کرد. به این توصیه سیاوش اوستا خوب گوش کن آقای علی خامنه ای. سپاسگزار مهربان یاران هستم، با پلیس همکاری کنید برای خروج افغانی ها و دیگران از میهن اهورایی. سپاسگزار هستم از برادرم مهندس امیر شجره و خواهر نازنینم مرجان جان عزیز. تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. وهب ذهبیه کشمس. ان یغیر اسمه ما فی مشکله. فی نفس الوقت سالتو اذا الناس غیروا رجعوا الى دینهم الاول، لان من خوف انا كنت یهودی بخوف قلت الان مسلم. وفي ايران في كتب كتبوا هيك، كتبوا الاف صفحه كتب يهوديين ايران خصوصا من مشهد لكي يقدر ان يعيش في البلد، قالوا نحن مسلم. فلذلك من خوف زرتشتي قال انا مسلم، لان اذا ما كنت مسلما كما يعملون الداعش اليوم. فلذلك سالت سيد منتظري انا، وهو قال كل الذي يعتقد بالدين ودين اهل